سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان و همراهان عزیزم و همچنین دنبال کنندگان وبسایت نوت به نوت. امیدوارم حالتون عالی باشه و مثل همیشه خدا رو شکر میکنم که با شما عزیزان صحبت میکنم. دوستان توی این ویدیو میخواستم در مورد مترونوم یکم براتون صحبت کنم. حالا نمیدونم کامل جزئیات کارکرد مترونوم رو بگم، برای این موضوع حتما یه ویدیوی جدا براتون آماده میکنم، توی برنامه‌ام هست که کلا توضیح بدم مترونوم چیه، چیکار میکنه، چون خیلی مهمه. توی این ویدیو روش بهینه استفاده از مترونوم رو بهتون میگم. حالا توضیحات مختصری در مورد مترونوم براتون میگم تا بدون میخوام چی کار بکنیم. حالا مترونوم چیه؟ بچه ها کارکرد متر رو میدونید؟ کلا متر، ترازو، اینا چی کار میکنه؟ اینا یه الگوه، یه قالبه، درسته؟ که شما مثلا مقدار میوه که برمیدارید میگید من 1 کیلو میوه میخوام بگیرم وقتی میرید توی بقالی، خب ملاک سنجشش چیه؟ 1 کیلو، خب ترازوه به شما نشون میده که اینقدر میوه شده 1 کیلو. یا مثلا میگید من مثلا 1 متر پارچه میخوام، خب این متری که دست اون فروشنده هستش این میشه معیار، اینقدر اندازه میکنه این میشه 1 متر، درسته؟ پس تو حالا آشنام دیگه با همه چیز وسایل اندازه گیری. کلا توی موسیقی هم مترونوم واحد ضرب رو مشخص میکنه. مثلا حالا من یه آهنگ میزنم، برهی دیدم برگ خزان پژمرده ز بیداد زمان از شاخه جدا شد. خب امکان داره شما خودتون مثلا بنوازید این رو و قالب رو ندونید و یه الگویی نباشه که اینو سر ضرب قرار بده و شما از اون پیروی کنید، همینجور خب آزاد بزنید، میشه برهی دیدم برگ خزان پژمرده ز بیداد زمان. مثلا هر چیزی میشه اتفاق بیفته، هر حالتی میشه اتفاق بیفته و این مترونوم چیکار میکنه؟ میاد برای شما یه قانونی رو وضع میکنه و یک الگویی به شما میده و همینطور برای نواختن توی گروه یا توی استودیو. خب همه از اون مترونوم پیروی میکنن، حتی اون تنبک، اون دف، اون درامز از اون پیروی میکنه و وقتی اون مترونوم شد الگوی همه، خب یه قانون شد، کسی دیگه از ضرب نمیندازه، 100 تا سازم بخون بزنن همه روی این الگوی قرار میگیرن، درسته؟ این توضیح مختصر بود در مورد مترونوم که بدونید کلا چی هست و کارکردش چیه. و بنده میخوام بگم 18 ساله دارم ساز میزنم، تقریبا 6 ماهه که مترونوم رو جدی گرفتم و استادم از اهمیتش برام گفت، فهمیدم چقدر اهمیت داره تمرین با مترونوم، یعنی دقیقا شما رو روی ضرب میندازه، دقیقا اون حالت مضراب زدنتون رو یا حالا هر سازی مینوازید اون رو یک قانون قاعده پیش میبره و خیلی بهش چیز شدم، ایمان آوردم به مترونوم و حالا بهتون میگم که چگونه بهینه کار کنید. خب حالا یه توضیحم روی گوشی بدم، گوشی موبایلم. بچه ها اپلیکیشن پرو مترونوم رو من روی گوشی نصب کردم، گوشی من آیفون 6 هستش، فرقی نمیکنه برای آیفون، برای اندروید، برای اندروید که خیلی بیشتر هستش مترونوم ها و خلاصه کارکردش بچه ها یکیه. نپرسید که این مترونوم نصب کنم یا اون مترونوم نصب کنم کدوم بهتره. ببینید مثلا بگید پژو یا پراید یا مثلا ال90 یا نمیدونم زانتیا، چه فرقی میکنه؟ پشت هر کدوم بشینید شروع کنید به رانندگی، همه گاز داره، همه کلاش داره، همه ترمز داره، فرق نداره. قاعدش یکم محیطاش فرق داره. پس مترونوم چیزی نیست که بگید حالا من اینو حتما اینو نصب کنم یا اون که شما دارین نصب کنم، نه. یه برنامه مترونوم میگیری دانلود میکنی، هر کدوم پربازدید هستش مثلا توی گوگل پلی یا اپ استور بگردید هر کدومو ببینید چه پربازدید هست یا اصلا از محیطش خوشتون میاد، اون رو رو گوشیتون نصب کنید. و یه توضیح کوچولو بدم که چی کار باید بکنه، چی هستش. حالا گفتم مفصلا یه ویدیو براش میسازم که ببینید مترونوم چی هست و کارکردش جز به جز براتون میگم. میاد ریتم به شما میده دیگه، دو چهارم با تمپوهای مختلف، هم سرعتش قابل تنظیمه هم اکسنت هاش قابل تنظیمه. مثلا من دو چهارم رو الان روی انتخاب کردم، 1 2 1 2. خب نگاه کنید آهنگتون چیه، اون اول میزان نوشته 3/4 2/4، اینجا تنظیمش کنید، درسته؟ مثلا من برهی دیدم برگ خزان رو این 2/4 دیگه من اینجا تنظیم میکنم، سرعتش رو
البته نوت شما عملا میده که تمپوش باید چند باشه، یه بالاش مینویسه 60-50، سرعتش مینویسه. شما سرعت اون که بالا نوشته بالای نوت معمولا اول خطوط هم چیز مینویسه کنار کلیده سول میزنه مثلا 60 نمیدونم 120، اون سرعت اون سرعت مترونومه است که اینجا تنظیم میکنید. مثلا من سرعت 100 میبرم بالاتر 120، یک دو این دو چهارمه. آهنگ که براهی دیدم برگ خزان دو چهارمه ریتمش، فکر کنم سرعتش پایین باشه مثلا 90. ببینید روی این تمرین کنید، یک دو این دیگه ثابته، هیچ وقت ضرب نمیفته، درسته؟ این میشه الگو معیار شما. برهی دیدم برگ خزان پژمرده ز بیداد زمان از شاخه جدا شد. ببینید چو به گلشن رو کرده نهان بر ره گذرش باد خزان چون پیک بلا شد. ای برگ ستم دیده یه پا ایزی، میتونید بیل پایین تر تمپوشو مثلا بیارید 70. برهی دیدم برگ خزان پژمرده زبی، دیدید دقیق سر زن. خب چه اتفاقی افتید وقتی شما زدید تمپوشو تعیین کردید؟ حالا اکسنت هم داره نکنید، حال بعضی عوض شد. هر مترونومی به نوبه خودش یه سری اکسنت های داره، مثلا جایش بوق دارش میکنید ببینید، یا ساده اصلا بزنه یا اکسنت رو بذاره روی دومی مثلا میکنید دم دم دین، اکسنت رو دومی گذاشتم، این اکسنتشه. حالا اکسنت تأکید دیگه، توی قطعات مختلف حالا بهش میرسیم که تأکید کجا بذاریم مثلا. خب حالا سه چهارم، آقا میای توی مترونوم ریتم میکنی سه چهارم، حالا ببین این اکسنت نداره، الان داره ساده میزنه. برای اینکه حالا متمایزش کنیم میخواییم اکسنت رو اولیه ببینید، اکسنت رو میذارم روی دومی نکنید، یا اکسنت رو میذارم روی سومی. خب اتفاقات زیادی میشه بیفته، یا مثلا چهار چهارم نکنید، چهار چهارم دو سه چهار، سرعت 100 دو سه چهار، یک 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 اکسنتش رو اولیه، اکسنتش رو عوض کنید، یک دو سه چهار بپ کردید. همه چیز قابل تغییره، میتونید اکسنت بدید، میتونید یک نوتاشو سکوت بدید و کارهای مختلفی میتونید انجام بدید. برای تمرین بسیار عالیه، من به شدت تاکید دارم برای تمرین. حالا هر سازی تار ستای کار میکنیم ما، حالا شما هر سازی میزنید سعی کنید با مترونوم کار کنید، خیلی خیلی مهمه، خیلی تأثیر داره روی سر ضرب نواختنتون. و اما نکته که اینو خودم پیدا کردم و فهمیدم که قانون بوده همچین چیزی، یعنی اصولش این بوده ولی من از جای نخوندم و از هیچ کس کمک نگرفتم، خودم گفتم چیکار کنم که بهتر بفهمم. چون وقتی ساز میزدم مثلا این ریتم رو ببینید، مثلا اینجاش میزد، مثلا داشت میزد، خب من داشتم تار میزدم، دم دا دا دم دم دا دا دم دم دا دا دم دم دا دا دم دم. بعد توی این صدای خب چی میشد؟ گم میشد، وقتی تار میزدم اصلا نمیفهمید اصلا مترونوم رو، اصلا ضرب مینداختم، خب این کنار بود مزرعه که میزدم، صدا سازم زیاده دیگه، صدا اون نمیفهمیدم.
گفتم چیکار کنم که بهینه بشه واقعا بتونم سر زرد قشنگ قدرت رو بشنوم. اومدم چیکار کردم؟ اومدم یه هدفون گذاشتم، این هدفونم خدا گوشی خودم رو وصل کردم به این گوشی. بعد چیکار کردم؟ گوش چپم رو هدفون گذاشتم توش. این مطلب علمی خوندم که نوشته بود گوش چپ قوی تر از گوش راست هست قدرت شنیداریش. من از این خودم کمک گرفتم و گذاشتم داخل گوش چپم، لفت رو گذاشتم گوش چپم و چیکار کردم؟ صدای این مترونوم رو به گوش چپ میفهمیدم. خب میفهمیدم اینجوری. بعد ولومش هم تقریبا زیاد میکردم، این تو گوشم بود. حالا تارم اینجا با گوش راست چیکار میکردم؟ صدای سازو میشنیدم، دم 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 دم. قشنگ یه بالانس خیلی جالب به وجود اومده بود اینجا. صدای مترونوم گوشم بود، از این گوش ساز میفهمیدم، اصلا لذت بخش بود. جدای از تمرینش که الان خوب تمرین میکردم و خیلی بهینه داشتم تمرین میکردم، لذت بخش بود برام این که دقیقا دارم سر یه ضربی میزنم. مثلا انگار یه ارکستر همراهتونه، انگار یه مثلا یه ساز کوبه‌ای، مثلا یه تومک زن یا یه درام نواز داره با تو میزنه، شما دارید ساز میزنید. یه بیس قشنگی، یه ساختار قشنگی پیدا کرد که واقعا الان توی مدت تقریبا 5-6 ماه که شروع کردم به این شکل مینوازم و کار میکنم خیلی پیشرفت کردم، خیلی تأثیر داشته توی نوازندگی. من همینجا از استاد حامد فکوری، استاد عزیزم که به تازگی باش آشنا شدم و در محضرشون تار یاد میگیرم، تشکر میکنم که از اهمیت مترونوم برام گفتند و بهم نشون دادن که چقدر کاربرد داره، چقدر موثره توی تمرین. بچه پیشنهاد میکنم اگه قطعه ضربی مینوازید مترونوم رو حتما کنارتون قرار بدید، هدفون رو بس کنید بهش، گوش چپتون یا راستتون فرق نمیکنه. من به گوش چپ راحت تر بودم، هدفون توی گوش چپم گذاشتم، ضرب میزد. حالا بسته به ریتم قطعه ببینید اون بالا چی نوشته، دو چهارمه، سه چهارمه، شش هشتمه. مترونومتون رو روی همون الگوی اون نوت تنظیم کنید، سرعتش هم تنظیم کنید. سرعتش رو همون اوایل به نظرم با سرعت پایین شروع کنید، 65-70 شروع کنید. یه روز یا مثلا یه روز دو روز با همون 65 کار کنید. من که خودم مثلا دو ساعت که کار میکردم 65 سرعتم کردمش 70، کار میکردم یه ساعت دوباره 75ش میکردم، 75 میکردمش 80. 5 تا 5 تا سرعت مترونوم رو زیاد کنید، واقعا جادو میکنه. اینو جدا میگم. من به خودم گفتم این قطعه مثلا به زندان استاد ابوالحسن صبا رو نمیتونستم بزنم. گفتم اگه میشه چه جوری میشه با این سرعت زد؟ اصلا دست من مگه میتونه؟ مثلا کارهای استاد کیوان ساکتو که ببینید میگید مگه میشه دست با این سرعت بیاد بره؟ چطوری میشه؟ فقط رازش همینه، رازش همین از سرعت آرومه که بزنید بزنید بزنید، این مغزتون اینا رو فرمانش رو چیکار میکنه؟ ضبط میکنه و حالت دستور رو دقیقاً ذخیره میکنه. این آروم سرعت که بهش میدید آروم، بعد این یواش یواش خود به خود مغزتون اینا دیگه درک بونه. این مترونومه دقیقاً مغزتون مترونوم رو میپذیره. من یه دوستای درام نوازم علی کاظمی عزیز که گروه ککوبندم هست، نوازنده درام واقعا چیره دستیه، میگفت اوایل که وارد بحث تخصص درام شدم هدفون میذاشتم تو گوشم با مترونوم میخوابیدم، یعنی دقیقاً خوابم با مترونوم بود. اینقدر مهمه و حتما حتما با مترونوم کار کنید. خیلی تاکید دارم تمام قطعات ضربی و حتی مرغ سحر، حتی قطعات ضربی با سرعت پایینم با همین مترونوم تمرین کنید تا انشالله قشنگ سر ضرب بنوازیدش. سر ضرب نواختن خیلی مهمه، خیلی لذت بخشه و به عنوان یک نوازنده حرفه‌ای از شما یاد میکنن وقتی قشنگ سر ضرب بنوازید. خب دوستان ویدیو به پایان رسید، امیدوارم خستتون نکرده باشم. اگر ویدیوهای من رو از طریق یوتیوب میبینید چنل من رو سابسکرایب کنید تا هر ویدیو جدید میذارم ازش مطلع بشید. اگر از اینستاگرام میبینید ویدیوهای من رو، پیج من رو فالو کنید، دوستای خوبتون رو تگ کنید، اونایی که علاقمند به موسیقی هستن. اگر در بین دوستان خانواده کسی دارید که ساز میزنه این مطالب میتونه براش مفید واقعا باشه
و به نظر من بیاید علم رو گسترش بدیم، هر چیزی میدونیم در اختیار دیگران قرار بدیم تا جامعه رشد کنه، تا هنر رشد کنه. اگر نیاز به ساز دارید، ستار کار میکنید، با در خدمتتون هستم، میتونم بهتون مشاوره بدم. داخل فروشگاه ما هم ساز هست و همین، بیاید برای هم دعا کنیم، من برای شما، شما برای من و ما برای همه. شاد و موفق و پیروز باشید.